طالبان اتحاد بیرونی اختلاف درونی. وحید الله نظامی فرمانده جنگ بدخشان از سوی احمد مسعود تعیین شد. هموطنان عزیز درود و سلام. روزنامه 8 صبح در برگه رسمی فیسبوکش می نویسد: پس از سقوط طالبان در 20 سال قبل، این گروه تا اوایل سالهای 2005 و 2006 یک جسم زخمی و نیمه جان شده بود. قوتگیری انسجام سازماندهی و قدرت نمایی عملکرد تخریبی این گروه پس از سالهای 2008 تا 2009 و با تغییر راهکار جنگی آمریکا متحدانش در ناتو، زمینه های عینی مطرح شدن آن به حیث یک قدرت مخرب و یک بدیل برای نظام جمهوری افغانستان را مهیا ساخت. در سال 2021 نظام مورد حمایت آمریکا با ارتش مجهزش به دست طالبان سقوط کرد. طالبان قادر شدند، یا هم قادر ساخته شدند، تا قدرت را تصاحب کنند. اما این بار اختلافات درونی بزرگترین چالش فراورویشان پنداشته می شود. طالبان با اقدامات قدرت طلبانه که آن را در لفاظ دین و مذهب بشنیده اند تا از احساسات یک قشر ناگاه برای اهداف سیاسیشان کار گیرند، تلاش می کنند برای تصاحب بیشتر امتیاز و قدرت سیاسی در کابل پیش قدم باشند. شبکه حقانی مخوفترین ماشین جنگی طالبان با تصاحب کلیدیترین وزارتها، منابع درآمد و ایجاد فضای پلیسی در این ساختاری رژیم طالبان، فشار بر گروه های دیگر در بدنه طالبان را بیشتر ساخته است تا امتیاز افزونتری کسب کند. شاخه ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان و پسر نخستین رهبر این گروه در جستجوی راه برای مقابله با گروه حقانی است. ضعیفترین و سیاسی ترین بخش طالبان را دفتر سیاسی قطر به رهبری ملا برادر و عباس قانزی شکل می‌دهد. این شاخه به حفظ موجودیت خود در ساختار سیاسی رژیم طالبان ولو به شکل نمادین رضایت دارد. منابع از جبهه مقاومت گزارش می‌دهند که وحید الله نظامی، یکی از افسران پاکنفس و کارکشته نظام سابق افغانستان، از سوی جبهه مقاومت به حیث فرمانده نبردهای بدخشان معرفی شده است. از توجهتان جهان سپاس. وقتتان خوش. خدا نگهدارتان.